این شامل رایت سایدد و فاینل دیوریشن. وقتی ما سی تدریزی داریم که سه تا قطع در ایل و بی و سی داره دوره واید انگلی سیکل رو باید ملازم میکنید دست شده. چند تا سوال آماده این پرسیدن در واقع که خواستن ببینم ما چقدر با آرسی آشنایی داریم. اول نقطه که ما داریم ملازم کنه از این شکل این حتما در بی نهایت سه تا صفر داره. اول نقطه چرا؟ چون تو صفحه محدود زد سه تا قطب داره و ما برای شو تایه صفحه قطب برابر باشه من این صفحه صفحه کم آوردیم هشت صفحه یا قطب کم داریم این باید که بی نهایت بنابراین باید بی نهایت سه تا صفحه. خب اگر این نفر در عنوان نمونه بیاد و تو این شکل باید ملاحظه میکنیم بگه این نقطه جزء آرسی هست از قضیه تست آرسی برای باید بررسی بکنه و ببینه مثلا این نقطه جزء آرسی هست. میتونه از قضیه تستش آرسی بیان بکنه که از اینجا تا بی نهایت جزء آرسی تبدیل زد به این سیگنال هست و آرسی برنامه شکلی هستش که دارید به هاشو نگاه میکنید. ضمناً سوال آیا بی نهایت جزء آرسی هست یا نیست؟ بعد جواب بتونید بدید. فرض کنید سوال من رو دیگه پرسم فرض کنید این نقطه جزء آرسی باشه آیا بی نهایت هم جزء آرسی هست یا نیست؟ داره. یه گسترش آروسی استفاده میکنم و میگم بی نهایت هم جزء آروسی هست. چرا؟ چون گفتیم آروسی اینقدر گسترش میده میکنه تا به قطبی محدود بشه. در بی نهایت هم شما قطب ندارید. بنابراین من کماکان گسترش پیدا میکنم تا حتی خود بی نهایت رو هم شامل بشه. ما در بی نهایت صفر داریم. بنابراین از قضیه گسترش آروسی نتیجه میگیرید که این بی نهایت را هم شامل خواهد شد. ما الان ثابت کردم در بینهایت قطب نداریم. در بینهایت یا صفر داریم یا قطب داریم یا نه صفر داریم نه قطب. از این سوال که خارج نیست. من در بینهایت ثابت کردم صفر داریم. پس قطب نداریم. من ثابت کردم در بینهایت سه تا صفر داریم. نمیشه در یک نقطه همزمان صفر داشت هم قطب دیگه. واضحه نه؟ در یک نقطه نمیشه همزمان صفر داشت یا قطب. در یک نقطه یا صفر داریم یا قطب داریم یا نه صفر داریم نه قطب. من الان ثابت کردم در بینهایت سه تا صفر داریم. پس در بینهایت قطب نداریم. پس قضیه گسترش آرسی بیان میکنه که بی‌نهایت رو هم شامل میشه. نه ما فرض میکنیم اگر صفری هست باید نمایش بدن. اگر صفری هست باید نمایش بدن. نه اینکه مخفی کنن. مخفی کنن. خب سوال. بذارید در مورد این سوال بپرسیم در مورد همین مثالی که اینجا هست. بله یا این یا اینکه صفر قطب برابرن. خب سوال بهمون میگن این مربوط به یک HN هست در واقع تبدیل زد یه HN هست که اون سیستم پایدار بوده. میخوام ببینم با این ویژگی شما میتونید حکم بکنید که آروسی چه کدوم یک از این نواحی کسش که دارید ملاحظه میکنید این یا این. گفتم پایدار بوده سیستم پایدار بوده. کدوم؟ این؟ موافقت با این؟ بی و سی. ببینیم حالا دوستانتون چه استدلالی دارن برای این. چرا میگید این؟ میگن دایره واحد باید شامل باید آروسی دایره واحد رو داخلش بشه. در واقع داخل دایره واحد باشه. چی میگم؟ دایره واحد داخل آروسی باشه. خالص چرا این استدلال میکنن؟ چرا؟ پایداری چه ربطی به این حرفا داره؟ آفرین. خیلی قشنگ. دقیقاً همین. استدلالشون گوش کنین. استدلال پایداره. استدلال خیلی مهم هست. دقت کنید به استدلال. پایداره. پس از قضیه هایی که من جلسات قبل گفتم
یعنی مطلقا جمع پذیر. این که قضیه است. این قضیه رو گذاشتن تو قضیه تست آر او سی با آر یک. قضیه تست آر او سی با آر مساوی با یک. اینو گذاشتن تو قضیه تست آر او سی که جلسه قبل گفتم با آر یک. نتیجه گرفتن که دایره واحد حتما داخل آر او سی. مسیر برعکس هم میشه رفت و این از این به بعد یه قضیه باشه برامون. قضیه اگر سیستم شما پایدار باشه آنگاه آر او سی شامل دایره واحده و برعکس. حالا بنابراین قضیه جداگونه ما نتیجه میگیریم که این آر او سیه. چرا؟ چون تنها گزینه‌ای هستش که توش دایره واحد داخل آر او سی قرار. حالت دیگه یه نفر به من میگه این مربوط به یک سیگنالی هست، مثلا مربوط به سیستمی هست که اچ زد پاسخ تبدیل زد پاسخ ضربه سیستمی است که سیستم سببیه. آرسیشو تعیین کنی. کدوم گزینه از این چهار تا؟ این. چرا؟ استدلالم. چی؟ آها آفرین. دست راستی باشه. استدلال دوستتون هم درسته. هر دو استدلال درست هست. من از استدلال دوستتون استفاده میکنم. اینجوری گفتن. گفتن سببیه. خب چون سببیه بنابر این حکم در مورد صدق میکنه. خب این حکم صدق میکنه یعنی ضد بی‌نهایت و زوارسیه. خب من فقط یه نقطه رو ثابت کردم و زوارسی هست. حالا چیکار میکنیم؟ گسترش آر او سی. گسترش آر او سی میگه که گزینه دوم این شمارش بیه، درسته؟ شکل بی. ببینید ما چجوری داریم قضیه رو کنار هم میچینیم، مثل زنجیره به ازش استفاده میکنیم. عصبی بودن این رو بیان کردن از این رو و نهایتاً از این، از گسترش آر او سی رسیدن به شکل بی. بله اثباتش رو داریم میپرسیم؟ اتفاقا دقیقا مهمه، دقیقا مهمه که بزرگتر باشه از صفر یا مبدا و بی‌نهایت رفتار دقیقا توی صفر معین میکنه. حالا خود فکر کنید متوجه میشید چرا. بله نه آخه این ورشه چجوری من برم این شکل بیره یعنی چی مثلا چی ترجمه کنم؟ آره اون آخه چیزه، اون یه جوری بدیهیه. نگاه کن زد بی‌نهایت و زوارسی بشه این، یعنی که این قبلا گفتیم یه جوری. خب سوال در مورد همین چه رفت، آیا ممکنه این سیستم هم سببی باشه هم پایدار؟ میشه؟ میشه؟ چه جوری؟ این خب پس این نمیشه دیگه. آره در واقع دوستتون یه جواب سوال بعدی منو دارن میدن. جواب این سوال من اینه که این نمیتونه باشه سببی پایدار باشه. حالا سوال بعدی که ایشون جوابش جلو دادن، چی مزاحمه توی این که نمیذاره این سببی پایدار باشه؟ یه چیز مزاحمه قطب توی سی. مزاحمه اگه قطب توی سی بره داخل دایره واحد همونطور که دوستتون گفتن، اون وقت ما مشکلات هم حل میشه.
اینو میشه به شکلی قضیه بیان کرد. قضیه سیستمتون سببی و پایدار باشه، اون وقت باید همه قطب‌ها داخل دایره واحد باشه. چرا؟ حتی اگر یه قطب خارج دایره واحد هم داشته باشیم میشه یه شکلی شبیه این، که اون وقت دیگه نقض میکنه دو تا شرط سببی بودن و پایدار بودن. این قضیه خیلی خیلی مهم هست توی بحث‌های کنترلی به ویژه. کنترلی‌ها دوست دارن سیستم دیزاین بکنن، سیستم دیزاین. بعد همه پرکتیکالی دوست دارن که سیستمشون سببی و پایدار باشه. در نتیجه بای دیفالت همه میدونن که قطب‌ها رو باید بذارن داخل دایره واحد. پس من اگه هدفم دیزاین سیستم باشه، این قضیه به من میگه که حتما باید قطب‌ها داخل دایره واحد باشن. هیچ قطبی نمیتونه خارج دایره واحد شما داشته باشید. بله؟ بازم نمیشه. این همه قطب‌ها شامل قطب بی‌نهایت هم میشه. خب یه سوالی هم اینجا بپرسم، این عکسش هم برقراره؟ عکسش برقراره؟ عکسش برقرار نیست. بنابراین یه نتیجه گیری هم داشته باشیم. یه نتیجه گیری از اونجا که من این سیستما رو دوست دارم، نتیجه این هستش که من اینا رو دوست دارم، نتیجه این هستش که من از قطبای خارج دایره واحد دوست دارم بدم میاد. کلا کنترلی ها از قطب خارج دایره واحد بدشون میاد، ما هم بدمون میاد، تبعیت میکنیم از اونا و از قطب خارج دایره واحد بدم میاد. بعدا خواهید دید که صفر خارج دایره واحد هم خیلی چیز جالبی نیست. حالا این بماند بعدا. بله. آخر کلاس بیا با هم یه صحبت کنیم، چون من متوجه نشدم اون فرض اولیه چیه. یه جملت خیلی پیچیده بود، پروسس کردنش سخت بود. صفرت من نمیدونم توی صورت با قطب مخرج، یه خورد پروسس کردنش سخت بود. آخر جلسه بیا با هم صحبت. تبدیل زد معکوس. خب ما در مورد تبدیل زد تعریف کردیم و دیدیم که چجوری تبدیل زد تعریف میشه. همونطور که تبدیل فوریه و عکس تبدیل فوریه دو تا رابطه داشتن نسبت به هم، تبدیل زد هم همین ویژگی رو داره. یعنی که شما این رو داشته باشید قاعدتاً باید به این برسید. همونطور که اشاره کردم داشتن تکیه این کفایت نمی‌کنه، باید هر دوتاشو داشته باشه. یه رابطه رسمی وجود داره برای حساب کردن xn از xz و rc. رابطه رسمی. اون رابطه رسمیش این شکلی هست که من حفظ نیستم، بذار ببینم چیه. یه انتگرال روی یک مسیر از یه تابع مختلط روی صفحه مختلط. این رابطه رسمی محاسبه xn از روی xz هست. سوال، آروسیش کجاست؟ تو گفتی آروسی هم باید باشه، این آروسیش کجاست؟ این دایره باید تو آروسی باشه. این رابطه رسمی حساب کردن هست.
اما علاوه بر این روش‌های دیگه هم وجود داره که شما توی درس سیگنال هم باهاش آشنا شدید. به عنوان شاید ظاهرترین روش که خیلی مشهور هست، این روشی هستش که در واقع با مشابه سازی با این چیزهایی که قبلا حساب شده. این روش خیلی ساده تر هست، ما هم بیشتر باهاش کار میکنیم. من تقریبا هیچ کجا ندیدم از این روش انتگرال گیری کاری پرکتیکال استفاده بشه. بله بله، تو این درس؟ نه تو این درس به این نیاز نداریم، فقط مهم به این که داشته باشید. نه تو این درس به این نیاز نداریم. ما معمولا از این جدول استفاده میکنیم، خیلی ساده تر هست. یه جورایی تبدیلامون رو تبدیل میکنیم به اینها و بعد از این جدول کمک میگیریم برای این که تبدیل زد رو به دست بیاریم. هفته دارید ملاحظه میکنید جدول X Z و R O C رو داده، بعد برای X Z و R O C این سمت هم سیگنالش رو ارائه کرده. نکته‌ای هم که اشاره کردیم اینجا هم دارید با وضوح ملاحظه می‌کنید. من یه دو این دو تا دقیقاً X Z ها برابر هستن، منتها R O C وقتی عوض شده سیگنالش هم دو تا سیگنال کاملا متفاوت است. فکر کنم تا همین حد برای این بخش کافی باشه. بخش بعدی در مورد ویژگی های زد ترانسفورم هست. ویژگی زد ترانسفورم توی این تیبل اومده، توی درس سیگنال هم باهاش آشنا هستید. اجازه بدید من دیگه وارد جزئیاتش نشم، فقط محض یادآوری. این ویژگی ویژگی خطی بودن هست، کمتون که دارید ملاحظه میکنید آی سه که بلای 20 و N تبدیل زدش میشه آی سه که زد بلای 20 و زد که A و B دو تا ثابت مختلط هم در حالت کلی و تایم شیفت داریم، ضربه در نمای مختلط داریم، ضربه در این داریم، کانجوگیت داریم و کامولیشن که شاید مهمترینش باشه و قضیه مقدار اولیه. اما تفاوتی که ما بیشتر توی درس DSP نسبت به درس سیگنال تمرکز میکنیم این مقادیر نیستن، عمدتاً اینها هستن که نگاهی به اینها خواهیم داشت. از اول شروع کنم از 3-4-1. در مورد ROC این مجموع گفته contains RX1 اشتراک RX2، یعنی شامل اشتراک RX1 و RX2 خواهد شد. این جمله نکته ای داره، این عبارت contains این یعنی چی؟ این یعنی ROC اشتراک هست و احتمالاً بیشتر. این احتمالاً بیشترش از کجا اومده؟ آفرین. ممکن است توی عملیات جمع یک سری قطب‌هایی با یک سری صفرهایی که به وجود میان همدیگر کنسل کنن و این قطب‌ها مزاحم ROC بوده باشند. مزاحم بوده باشن. اگر قطب‌هایی که مزاحم بودن کنسل بشن، من از قضیه گسترش ROC میتونم استفاده کنم و ROC رو گسترش بدم. پس این کانتینز از اینجا میاد. اینجا هم دارید ملاحظه میکنید دقیقاً به همون دلیل اینجا ممکن است به خاطر ضرب یه سری صفر و قطب ها با هم دیگه کنسل بشن. صفر ها اصلا برام اهمیتی ندارن، قطبی اگر کنسل بشه اولا و این قطب ها مزاحم ROC بوده باشه، ثانیا من امکان گسترش ROC رو بنا به قضیه گسترش ROC خواهم داشت و در نتیجه کانتینز خواهیم داشت، یعنی فراتر از اشتراک. بیاییم در مورد اینم یکم صحبت کنیم. میگه ایکس این منهای انصف هست زد به توان منهای انصف در ایکس زد. میگه ROCش همون ROC اولیه هست. ROC یعنی ROC اولیه. بجز
احتمالاً اضافه یا حذف شدن مبدا یا بی‌نهایت. خیلی جمله ظاهرا پیچیده ایه. بذار ببینیم مثالش چی هست. بذار مثال بزنیم. فرض کنید که n صفر 3 باشه مثلا. من قرار هست در مورد این عبارت و آر او سیش یه بررسی داشته باشم. بیاییم در مورد صفر و قطبهای این عبارت و ارتباطش با صفر و قطبهای این یه بررسی داشته باشیم. اگر این رو اسمشو بذاریم وای زد، در مورد صفر و قطبهای وای زد و ارتباطش با صفر و قطبهای ایکس زد چی میشه گفت؟ وای زد همه صفر و قطبهای ایکس زد را در بر داره، به علاوه این که یه چیزایی احتمالاً بهش اضافه یا کم میشه. چیا اضافه یا کم میشه؟ یک ضریب یک روی زد سه داره. یک روی زد سه یعنی سه تا قطب در مبدا، سه تا صفر در بی نهایت. یه بار دیگه، این یعنی سه قطب در مبدا، سه صفر در بی نهایت. پس وای زد تمام صفر قطبای ایکس زد را داره به علاوه سه تا قطب در مبدا و سه تا صفر در بی نهایت. خب همین جا هستش که نقش آراسی خودش نشون میده. شما دارید در مبدا سه تا قطب اضافه میکنید. من ادعا میکنم اضافه کردن سه تا قطب در مبدا ممکن هست مبدا را ممکن هست از آراسی شما خارج بکنه. اولا چرا ممکن هست؟ ثانیاً چرا واقعا میتونه خارج بکنه؟ سه تا قطب توی مبدا گذاشتم. سه تا قطب توی مبدا گذاشتم. آه؟ بگو. آفرین. اگر x z به عنوان نمونه سه تا صفر قبلا در مبدا داشت، منم سه تا قطب اضافه کنم، سه تا صفر با سه تا قطب با همدیگه کنسل میشن و در نتیجه من توی مبدا نتونستم هیچ تغییری توی آراسی بدم. مثال دیگه. حالا اگه فرض کنیم مثلا x z توی مبدا اصلا قطبی نداشت. الان من سه تا قطب اضافه کردم. قبلا هم مبدا توی آروسی بود. الان دیگه نمیتونه توی آروسی باشه. این مفهوم احتمالاً اضافه یا کم کردن مبدا یا بی‌نهایت از آروسی. از احتمالنش متوجه شدید چرا احتمالن؟ در مورد اضافه کردنش هم که دارید ملاحظه کردید، مثال زدن در مورد اضافه کردن مبدا یا بی‌نهایتش هم شبیه هم هستن و در واقع اینو توضیحش دادم. یکی دیگر هم بگم و دیگه اینو تمومش کنیم. این زد صفر به توان n در x n تبدیل زدش x زد تقسیم بر زد صفر. من میخوام در مورد آر او سی چیزی که اینجا نوشته این خود گنگه. یعنی چی؟ منظورش چیه؟ من یه خود در مورد این منظور این عبارت صحبت کنم. بله. نه تو این مثال نمیشه. نه نمیشه. من میتونم مثال بزنم که مبدا اضافه بشه. کافی است مثلا به جای n صفر 3 بزنم n صفر منهای 3. یه مثال دیگه است. اون مثال نیست، یه مثال دیگه است. خب این رو نگاه کنید. میخوام در مورد اون عبارت توضیح بدم. برای پیدا کردن آروسی این از این تکنیک استفاده کنید. اسم اینو بذارید y z. خب فرض کنید که x z یه قطب در اینجا داشته و آروسی هم این شکلی بوده. این آروسی x. میخوام در مورد آروسی این بحث بکنم. روش بحث این شکلی هست
که شما به جای این x z تقسیم بر z صفر بذارید y z. حالا می‌خوایم در مورد آر او سی y z صحبت بکنیم. آر y این شکلی بیان می‌کنیم. y z برابر با x z تقسیم بر z صفر. اسم این قطب رو بذارید مثلا p. نماد پول p. x z در p قطب داره. سوال y z در کجا قطب داره؟ در z صفر p قطب. آفرین. اگر من z صفر یه مقدار معینی در نظر بگیرم یه عدد مختلط میشه در حالت کلی باشه، مثلا میشه اینجا. اینجا هست z صفر p. این حکم رو میشه به صورت این عبارتی که در مورد قطب بیان کردیم اینجا هم میشه برای بقیه نقاط به کار برد. چجوری؟ این نقطه عضو ROC هست، ROC X. با توجه به این رابطه شما میتونید بگید چه نقطه جزء ROC Y هست. این نقطه Z0 ضرب داره. این نقطه، این نقطه اگه جزء ROC باشه، Z0 ضرب داره این نقطه هم جزء ROC هست. بنابراین Z0 ضرب داره این نقطه یه جای اینجاها میشه. پس آر او سی نهایتاً این شکلی خواهد شد. از این تکنیک میتونید آر او سی رو به دست بیارید. منظور کتاب از این آر او سی که اینجا من بیان کردم این عبارت است. میگه آر ایکس در داره اندازه زد صفر میشه. چرا گفته زدن اندازه z صفر میشه؟ چرا؟ چی میشه؟ چون که بله، چون که به صورت حلقه‌ای هست، یه چرخش داره به علاوه یک ضرب در یک مقداره، ضرب شعاعی که اون چرخشش بی تأثیر هست توی آروسی، اینو به چرخونی چی تأثیری نداره و فقط یه ضرب شعاعی میده. یه حالت خاص هم از این بازه هست، یه حالت خاص هم وجود داره که آروسی تغییر نمی‌کنه. اگر که اندازه z صفرتون یک باشه، یعنی z صفرتون مثلا باشه ای به توان j اومگا 0. اگر z صفر مساوی باشه با ای به توان j اومگا 0، آروسی تغییر نمی‌کنه. آروسی ها این همن. صفر و قطب ها متناظر نیست. دقت کنی؟ صفر و قطب ها باید میگفت زد صفر ضرب داره فلان. ولی آر او سی به خاطر ویژگی تقارنی که داره آر او سی هاشون اینه. آر او سی نیاز به اندازه به خودش نداره، به اندازه کافی است. بله. بله؟ نه نه. ببین قطب ها دو تا کار روش انجام میده، هم جا به جا میکنه هم میچرخونتش. از نظر آر او سی ها فرق نمیکنه. نه میگن توی آر او سی اینجا را لازم نیستش که زد صفر بذاریم، کافی هست اندازه زد صفر بذاریم. زد صفر هم بذاره غلط نیست، زد صفر هم بذاره غلط نیست، اما کافی است اندازه z صفر بذاریم. خب اینم در مورد این. یه سری کانتینز دیگه هم داره که شبیه همون بحث قبلی هستش که میتونید خودتون مثلا این کانتینز رو میتونید نگاه کنید. چرا کانتینز؟ تبدیل زد و سیستم های LTI. یه سیستم LTI رو شما دیدید که با رابطه YN مساوی با XN convolution با HN قابل توصیف یا representation هست. من تحت سه تا شرط میخوام یه representation جدید برای این سیستم LTI بیان میکنم.
شرط ها. یک، فرض کنید xn شما تبدیل z داره. دو، فرض کنید hn تون هم تبدیل z داره. سه، فرض کنید اشتراک تبدیل z ور xn و hn هم توهی نیست. r x اشتراکش با r h ناتوهی. اگر این سه تا فرض رو من بتونم داشته باشم، در این صورت میشه بیان کرد که یه رپرزنتیشن جدیدی وجود داره به این فرم که این تبدیل زد HN هست و اصطلاحا بهش میگن تابع تبدیل سیستم. این یه رپرزنتیشن جدید سیستم LTI هست. حتی جدید به مفهوم درس ما، وگرنه شما توی درس سیگنال اینو دیدید. یه رپرزنتیشن ضربی هست. رپرزنتیشنی که برای سیستم‌های LTI وجود داره. سیستم‌های LTI در حوزه Z داره این رپرزنتیشن ضربی هست. علاوه بر این رپرزنتیشن کانولوشن حوزه تایم. ورودی تبدیل Zش در تبدیل Z تابع تبدیل Z پاسخ ضربه تبدیل Z خروجی رو ارائه. این اولی نکته. نکته دوم، نوشتم بینایی ببخشید این توهیه منظوره. معذرت ما میتصدیق کنیم. من توی فصل قبل در مورد سیستم هایی که داره این رپرزنتیشن هستن صحبت کردیم. بهم میگن LCCD رپرزنتیشن، کمون که قبلا هم اشاره کردم. فرض کنید یه سیستمی دارید که LCCD رپرزنتیشنی داره و شرایط اولیش به گونه ای هست که ما رو مطمئن کرده که این سیستم LTI هست. ما کلی بحث کردیم در مورد این که LTI بودن شرایط داره. پس فرض کنید یک سیستم LTI با این LCCD representation در اختیار داریم. یه قضیه وجود داره. قضیه این سیستم حتماً دارای یک HZ کسری خواهد بود. این قضیه در واقع دو تا حکم داره. یک وجوده، یکی کسری بودن. میگه اولا HZ داره حتما، ثانیا HZش کسریه. ما HZ کسری رو دوست داریم چون خیلی از قضیه هم در مورد HZ کسریه. HZش رو هم اینجا بیان کرده، حتی نگفته که فقط وجود داره، گفته HZش هم این شکلی قابل حساب کرده. سوال دیگه، آیا عکس این نکته هم که اینجا گفته شد برقرار هست؟ آیا اگر یه دونه HZ کسری بهتون میدن شما حتما میتونید یه LCCD representation برش ارائه کنی؟ میشه؟ عکسش هم برقرار هست.
قضیه دو طرفه که بین اجزای کسری و LCCD representation برقرار هست، خیلی این دوتا رو به هم دیگه ارتباط نزدیکی میده، LCCD representation و اجزای کسری. هر وقت اجزای کسری داشته باشم یعنی LCCD representation دارم، هر وقت LCCD representation داشته باشم حتما یعنی اجزای کسری. فقط یه نکته مهمی این وسط وجود داره، اونم این هستش که یه تفاوتی این دوتا دارن. این یکتاست اما این غیر یکتاست. یعنی چی؟ فارغ از آروسی. نه اونم نه. حتی عبارت های این عبارت میتونه منجر بشه، در واقع از این سمت من بخوام بگم، اگر شما این سمت رو داشته باشید به صورت یکتا به یک اچ زد خواهید رسید، اما اگر یک اچ زد داشته باشید به یک عبارت LCCD نخواهید رسید. چرا همچین اتفاقی ممکن است؟ اصلا میشه مثالی بزنید؟ مثالی که من میخوام بزنم، میخوام یه اچ زد بهتون ارائه کنم که از روی این اچ زد به دو تا LCCD representation برسم. چیکار کنی؟ بله همینجور که دوستتون گفتن، یک تقسیم بر یک منهای زد منهای یک. این من میتونم LCCDش این شکلی بنویسم، در این حال این برابر این هم هست. که این به این LCCD میرسی. نه الزامی نه، اتفاقی نکته‌ای هستش که ما الزامی به ساده کردن نداریم. شرایطی وجود داره که منظورت اگه از ساده کردن رسیدن به این باشه، نه این شاید بهتر باشه. بله اشکال داره؟ چی این؟ ما در مورد عبارت LCCD، عبارت LCCD منظورمون این هست. ما در مورد این عبارت LCCD حساسیت داریم که دقیقاً این عبارت باشه. به خاطر بحثی که در مورد پیاده سازی بعداً پیش خواهد اومد. به همین خاطر ما این دوتا رو با هم دیگه تمیز میدیم. این دوتا به نظر ما متفاوت خواهند بود. به خاطر بحثی که بعداً توی پیاده سازی باهاش مواجه خواهید شد. و این باعث میشه که شما عملاً با یه دونه HZ به دو تا LCCD رسیدید. بله میتونی تبدیل زدش رو به دست بیاری؟ هر تا به یه تبدیل زد میرسن، هر تا به یک اچ زد میرسن، در نتیجه یک چیز هم. آره نه نمیشه همچی چیز رو نه نمیشه. باگه مثال داری بیار ببینم من. نمیشه. بنابراین این حکم کلی رو ما این قضیه رو داشته باشیم. قضیه اون چیزی که من میخوام خاطرتون باشه از این بحثی که اینجا کردیم، وقتی یه HZD کسری به من میدن، من میتونم نه فقط یه LCCD، عملا با این تکنیک میشه بی نهایت LCCD ارائه کرد. این تکنیکی دارید ملاحظه میکنید، این تکنیک بی نهایت LCCD میتونه. در این حال یه دونم LCCD داشته باشم، من میتونم برسم به HZD کسری. خب یک مقدار خیلی کوچیکی از این فصل در واقع یه سکشنش موند که اونا اجازه بدید جلسه آینده بگم. مرسی.